یک سندی رو یکی تقریبا فکر کنم 10 روز پیش آقای رئیسی رو کردن، اونم سند به اسم سند امنیت قضایی. منو یاد منشور شهروندی که آقای روحانی چند سال پیش ارائه کردن انداخت. یعنی از این نوع سندهای اینچنینی و پوزای حقوق بشری زیادی حکومت جمهوری اسلامی میده که فقط برهه تبلیغاتیش هست و بعدم هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تغییری در شرایط اتفاق نمیفته. امیدواریم البته بیفته و یه کار اتفاق خوب بیفته. امشب اصلا به طور کل این سند امنیت قضایی، من بنودی که ازش خوندم به نظر اومد که باید اینا اتفاق بیفتد، یعنی لازم نیست که سندی ارائه بشه برای این قضیه. این جزء قوانین است و این چیزیه که تمام دنیا تو قوانین قضاییشون اجرا میکنن. چرا آقای رئیسی اومده به عنوان یک سند اینو ارائه کرده و آیا چیز جدیدی توش هست که ایشون به این شکل تو بوق قرنا کردن که یک اتفاق خاصی قرار بیفته؟ والا جناب محمودی، ما تنها هنری که شاید مسئولین جمهوری اسلامی ایران بلدن، حالا از بالا تا پایین، فقط تصویب قانون یا منتشر کردن همچین سندهایی هست. اما خب طبیعتاً اجرای اینها مهم هست که ما خب تا الان دیدیم در طول 40 سال گذشته شدیداً ناکام بودن مسئولین جمهوری اسلامی در اجرای قوانین و در اجرای حالا به قول شما این سندهایی که منتشر میشن، و خب نهایتاً اینها یک جنبه تبلیغاتی بیشتر ندارن. من یک مرور کردم، ما در 40 سال گذشته ما در نظام جمهوری اسلامی ما الان تقریبا حدود 11,000 قانون داریم جناب محمودی، که این تعداد در مثلا کشور ژاپن اروش 2700-800 تا قانون هست. اما خب 2700-800 قانون در ژاپن خروجیش میبینیم، خب به هر حال ژاپنی هست که واقعا در حوزه‌های مختلف خصوصا در بحث اقتصادی یک ابرقدرت. از 11,000 قانونی که در جمهوری اسلامی تصویب شده، خروجیش خب همین فلاکتی هست که ما یا همین بلبشویی هست که ما الان بایش مواجه هستیم. پس در نتیجه این که الزاما قانونی تصویب بشه، قانونی به این خرجین در سنگین قوانین اضافه بشه یا سند دیگری اضافه بشه، هیچ کدوم تضمین کننده این نیست که قرار هست شرایط مطلوب تر بشه و قرار هست نقایصی که در این حوزه ها وجود داره رفع بشه. مثالی هم که شما فهمیدین کاملا درست هست و همون بحث سند حقوق شهروندی آقای روحانی هست به عنوان رئیس جمهور کشور، به عنوان کسی که خب به قول معروف رئیس جمهور هست، رئیس تمام بخشهایی هست که قرار هست به قول آقای رئیسی کرامت انسانی در اونها احیا بشه و کرامت شهروندان در اونجا مد نظر گرفته بشه. خب طبیعتاً از طرف قوه قضاییه‌ای که خب انتقادات بسیار جدی نسبت بهش مرتبط هست، خصوصا در بحث استقلال که هم در قانون اساسی مطرح هست هم در این سند آقای رئیسی روش تاکید شده، چشم‌انداز حقیقت امیدوار کننده طبیعتا وجود نداره که ما بخوایم امیدوار باشیم قرار هست این سند رویکرد جدیدی رو ایجاد بکنه یا کسانی که خب به هر حال مرتبط هستن با دستگاه قضا، خب قاضیان هستن، ضابطین قضایی هستن، اینها قرار باشه با قول معروف میگن چون این سندی یا انتشار چون این سندی تغییر رفتار یا تغییر عمل کرد بدن. بخشی از این مسئله جناب محمودی به شکلی اینها یک ابزارهای اجرایی لازم دارد.